دیکشنری و تکنیک های استفاده از اون به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد یه سوالی که ممکنه در ذهن هر زبان آموزی نقش ببنده اینه که آیا من به دیکشنری نیاز خواهم داشت این سوالی که بسیاری از زبان آموزا میپرسن و خواهند پرسید پاسخ اون روشنه قطعا در فراگیری زبان جدید شما به فرهنگ لغات اون زبان نیاز خواهید داشت و این امری اجتناب ناپذیره با توجه به این موضوع و لزوم استفاده از دیکشنری لازمه که تکنیک های استفاده از اون رو بدونیم و با پیروی از تکنیک ها به صورت بهینه از دیکشنری استفاده بکنیم. اهمیت دیکشنری اگر شما یه دیکشنری خوب داشته باشید و روش استفاده مفید از دیکشنری رو بدونید از بیشتر زبان آموزان جلوتر خواهید بود و نتیجه بهتری خواهید گرفت. یک دیکشنری نامناسب و عدم استفاده صحیح از اون دیر یا زود شما رو با مشکل مواجه خواهد کرد و یا شما رو خسته خواهد کرد و به هر ترتیب مجبور خواهید شد که یک دیکشنری جدید تهیه بکنید و یا اینکه باعث خواهد شد که تمایلی به مراجعه به دیکشنری نداشته باشید و این کار براتون خسته کننده به نظر برسه. استفاده از یک دیکشنری مناسب مهم است. یک دیکشنری خوب راهنمای شما در مسیر فراگیری زبان خواهد بود. چرا که به شما لغتهای جدید نحوه تلفظ صحیح واژه و چگونگی به کار بردن اونها رو خواهد آموخت. زبان آموز موفق از دیکشنری هایش همیشه و به طور مرتب استفاده میکنه. هنگام مطالعه کتاب، در کلاس های زبان، هنگام نوشتن ایمیل، موقع انجام تکالیف، هنگام جستجو در اینترنت، نوشتن یک نامه یا یک متن و یا غیره. شاید اولین و مهمترین و در عین حال آسانترین گام شما در آموزش زبان تهیه یک دیکشنری مناسبه. برای تهیه یک دیکشنری به پول زیادی احتیاج ندارید و بسیار کمتر از هزینه های کلاس زبان خواهد بود. البته اگر برای به دست آوردن چیزی بابتش پول پرداخت کنید بدون شک قدر اون رو هم خواهید دونست و این خود یک عامل انگیزشی برای بکارگیری و استفاده است لزوما این نیست که حتما از دیکشنری های سنتی که به صورت کتاب هستن استفاده کنید میتونید از دیکشنری های کامپیوتری و الکترونیکی یا دیکشنری های موبایل نیز استفاده کنید که طبیعتا هزینه کمتری در بر خواهند داشت اما استفاده از دیکشنری های سنتی فواید و تاثیر بهتر و ماندگارتری دارند استفاده از دیکشنری وقتی که یک لغت جدید رو در دیکشنریتون جستجو کردید و اون لغت رو پیدا کردید و معنی و مفهوم لغت مورد نظرتون رو استخراج کردید و تلفظ صحیح اون لغت رو فرا گرفتید و مثال از اون لغت رو خوندید یک علامت تیک در کنار اون قرار بدید در این صورت هر بار که لغت تیک دار به چشمتون بخوره باید هوشیار باشید که این لغت رو قبلا خوندید پس باید معنی و مفهوم و تلفظ اون لغت رو بدونید با مرور سریع و دوباره اون لغت هم یک بار اون لغت رو تکرار کردید و همین که خودتون رو محک زدید که آیا اون لغت در ذهن شما موندگار شده و یا اینکه اون لغت رو فراموش کردید که امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه البته اگر لغاتی رو فراموش کرده بودید اصلا جای نگرانی نیست این بدین معنیه که شما اون لغت رو به طور عمیق فرا نگرفته اید که اگر این گونه بود نباید اون لغت رو فراموش کردید تکنیک علامت زدن لغات مرور شده قبلی به همین درد میخوره که اشکالات خودتون رو رفع کنید پس از چندی با پیروی از این تکنیک زمان مراجعه به دیکشنری تنها یک لغت رو مرور نخواهید کرد بلکه چند لغت رو در یک ارجاع به یک صفحه مرور و تکرار خواهید کرد البته یکی دیگه از تکنیک های مواجه با لغات جدید اینه که ابتدا سعی کنید با توجه به بافت متن معنی و مفهوم اون لغت رو حدس بزنید و در همون ابتدای کار به دیکشنری مراجعه نکنید اجازه بدید کمی مغز شما فعالیت داشته باشه و به دنبال مفهوم اون لغت یا لغات بگرده طبق تحقیقات دانشمندان زمانی که شما یک مطلب رو از خودتون بپرسید و طلب کنید یکی از وظایف نورون‌های مغز اینه که باید پاسخ مناسب و معقولی برای اون سوال پیدا کنن و ارائه کنن اگر این پاسخ سوال در اطلاعاتی باشه که قبلا برای شما مرور شده باشه نورون‌های مغز شما پاسخ رو از دانسته ها استخراج می‌کنن و ارائه می‌کنن اما اگر پاسخ اون سوال در دانسته های فعلی مغز نباشه نرون ها با حساس کردن و کنجکاوی مغز اون شخص در منابع خارج از مغز به دنبال پاسخ اون سوال خواهند رفت و پاسخی برای اون سوال خواهند یافت و ارائه خواهند داد. تا به به این موضوع دقت کردید ممکن بارها هم این تجربه رو داشتید که یک نام و یا یک کلمه رو یا یک مطلب رو فراموش کرده باشید و در یه لحظه سعی کرده باشید که اون مطلب رو به یاد بیارید اما هرچه تلاش کردید بیفایده بوده و اون مطلب رو به خاطر نیاوردید اما بعد از گذشت چند لحظه چند ساعت و یا چند روز حتی بعد از گذشت چند هفته در یک لحظه و در یک آن بدون اینکه دوباره به اون مطلب و موضوع فکر کرده باشید حتی شاید مشغول کار دیگه باشید که بی ربط به اون مطلب باشه ولی پاسخ اون مطلب و اون چیزی که به دنبالش بودید به ذهنتون خطور میکنه و اون مطلب رو به یاد میارید بله این فعالیت نرون های مغز شماست که وظیفه خود را انجام دادن و پاسخ خواسته شما را پیدا کردند. دلیل و مقصر تأخیر در یافتن پاسخ مغز شما و نرون های مغزتون نیستن عدم توجه خود شما به اون مطلب باعث شده که اون مطلب در ذهنتون ارجاع کمی داشته باشه و به اصطلاح اون مطلب رو فراموش کرده باشید این مبرهنه که نرون ها وظیفه خود رو به خوبی انجام دادن و خواهند داد هر چه مرور و ارجاع شما به مطالب بیشتر باشه نرون ها و مغز سریعتر اون مطالب رو آدرسه خواهند کرد و سریتر خواهند یافت البته لازم نیست نگران کمبود فضا برای مطالب و آدرس اونها باشید برخلاف ذخیره سازی دست بشر که هرچند حجم اطلاعات بالاتر بر کنتر و ضعیفتر عمل می‌کنند مغز انسان و عملکردش در مقابل حجم اطلاعات بالاتر بهتر و سریعتر خواهد بود تنها به خواندن تعاریف و معنی و مفهوم اکتفا نکنید جملات مثال زده شده که حتی از تعاریف هم مهمتر هستند رو مطالعه کنید چون اونا به شما نشون میدن که چگونه یه لغت یا یه اصطلاح به کار برده میشه و اغلب به شما کمک میکنن تا معنی کلمه رو بهتر درک کنید و به خاطر بسپارید گاهی اوقات توضیح معنی یک لغت اونقدر سخت و پیچیده به نظر میرسه که جملات مثال زده شده تنها راه درک معنی و مفهوم اون لغت یا اصطلاحه همواره به خاطر داشته باشید که بسیاری از کلمات بیش از یه معنی دارند اولین معنی که در دیکشنری وجود داره همیشه اون معنی و مفهومی نیست که شما به دنبال اون هستید باید معانی دیگری رو هم از نظر بگذرونید تا مطمئن شید کدوم معنی به لغت مورد نظر شما نزدیک دیکشنری انگلیسی به فارسی یا دیکشنری انگلیسی به انگلیسی وقتی که صحبت از دیکشنری به میون میاد اغلب افراد به یه دیکشنری دو زبانه مثل انگلیسی به فارسی فکر میکنند اما بعد نیست که بدونید بهترین دیکشنری برای زبان آموزان دیکشنری تگ زبانه یا انگلیسی به انگلیسیه البته منظور این نیست که نباید از دیکشنری انگلیسی به فارسی استفاده کنید بلکه منظور ما اینه که تاکید اصلی شما باید روی دیکشنری تگ زبانه یا انگلیسی به انگلیسی باشه یکی از دلایلی که تاکید شما باید به استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی باشه اینه که این روش فراگیری باعث میشه که شما انگلیسی رو انگلیسی یاد بگیرید و قسمتی از مغز شما که مسئولیت پردازش زبان انگلیسی و دانسته شما به انگلیسی رو به داره فعالیت بیشتری داشته باشه و طبیعتا در آینده شما رو بهتر کمک کنه. ویژگی های دیکشنری انگلیسی به انگلیسی. در یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی کلمات ترجمه نشدن. بلکه به زبان انگلیسی توضیح داده شدن بنابراین استفاده منظم از این نوع ها باعث میشه که به طور خودکار گرامر و لغات رو به خاطر بسپارید این نوع ها فایده دیگه ای هم برای شما دارند و اون اینه که هنگامی که یه لغت رو در دیکشنری جستجو کنید ممکنه با کلمات تازه تری هم مواجه بشید و به این ترتیب در یه زمان چند لغت رو فرا میگیرید به طور کلی یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مناسب باید اطلاعات زیر رو به شما برسونه یک توضیح معنی هر لغت به انگلیسی دو تلفظ صحیح لغت از طریق علائم فونتیک ترجیحاً با روش IPA سه نوع کلمه از لحاظ صفت، فعل، قید یا اسم بودن اون کلمه چهار ویژگی های دستوری یا گرامری مثل قسمت های دوم و سوم فعل قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش بودن یک اسم و غیره پنج ترتیب قرارگیری لغات مثل دو homework و نه make homework شش جملات مثال زده شده برای هر لغت هفت کلمات هم و متضاد حداقل برای بعضی از لغات این کلمات هم و متضاد رو داشته باشه یک دیکشنری خوب علاوه بر اطلاعات لازم در مورد لغات باید از ویژگی های دیگه هم برخوردار باشه یک توضیح معنی هر لغت باید نحوه به کار بردن هر لغت رو هم بیان کنه به طور کلی تعاریف طولانی تر بهتر هستند چون اطلاعات بیشتری رو به شما انتقال میدن دو ترجیحا هر دو تلفظ امریکایی و بریتانیایی رو داشته باشه سه متداول ترین اصطلاحات و افعال چند قسمتی رو داشته باشه چهار خوبه که در یک دیکشنری از تصاویر نیز استفاده شده باشه گاهی یه تصویر رو میتونید بهتر از یه تعریف درک کنید و به خاطر بسپارید <applause> به کارگیری الفبای فونتیک و تلفظ صحیح معمولا در همه دیکشنری ها یکی دو صفحه در ابتدای دیکشنری اختصاص به الفبای فونتیک طبق استاندارد IPA International Phonetic Alphabet داره این استاندارد و این الفای بین المللی فونتیک رو بدونید تا بتونید همزمان با مرور یه لغت تلفظ صحیح اون لغت رو نیز به خوبی فرا بگیرید. سعی کنید تا تلفظ صحیح رو همون در ابتدای آشنایی با یه لغت فرا بگیرید تا همون تلفظ در ذهن شما شکل ببنده و بعدها نیازی نباشه که با صرف انرژی مضاعف و تکرارهای بسیار اشتباهات گذشته و اونچه را که اشتباه در ذهن شما نهادینه شده رو اصلاح کنید. دیکشنری های کامپیوتری، الکترونیکی، موبایل و اینترنتی. امروزه با پیشرفت انسان و مواجهه با تکنولوژی بسیاری از کارها آسانتر از قبل شده. امروزه با استفاده از کامپیوتر و موبایل یا MP3 پلیر و دستگاه DVD در آموزشی، فیلمهای آموزشی و هزاران منابع متنوع و گسترده دیگه خودتون بدون نیاز به استاد و کلاس میتونید زبان تمرین کنید و پیش برید. البته در تقابل این همه امکانات انسان نیز رفاه طلبتر و به زبان ساده تنبلتر از گذشته شده و با وجود اینکه این همه امکانات در اختیار داره از اونها به صورت مفید و مؤثر استفاده نمیکنه. معمولا در مورد زبان آموزان و مواجهه با یادگیری زبان هم به همین شکله. زبان آموزان به درستی و مؤثر از امکانات استفاده نمی کنن و بر ماست که این گونه عمل نکنیم و امکانات و لوازم و ابزار رو تحت اختیار خودمون دراریم و از اونها سود ببریم. در اختیار گرفتن ابزار شما رو توانمند به استفاده مفید از ابزار خواهد کرد. همچنین سایت های اینترنتی مختلفی نیز به عنوان دیکشنری وجود دارند که میتونید از اونها استفاده کنید با کمی جستجو میتونید ده ها سایت از این دسته رو پیدا کنید همچنین یکی از امکاناتی که گوگل در اختیار شما قرار داده و ممکنه از اون بیخبر باشید و ممکنه تا به حال هم از اون استفاده کرده باشید همینه با مراجعه به گوگل و جستجوی کلمه ترنسلیت میتونید صفحه مربوط به مترجم گوگل که امکان ترجمه لغات و متن رو در اختیار شما قرار میده ببینید و از اون استفاده کنید دقت در استفاده از دیکشنری های الکترونیکی در اینجا منظورمون از دیکشنری های الکترونیکی مجموعه کلی دیکشنری های کامپیوتری و الکترونیکی و موبایل و اینترنتی و غیر است در دیکشنری های الکترونیکی معمولا با کلیک بر روی لغات و یا با تایپ کردن اون لغت و یک کلیک معنی و مفهوم لغت به همراه تلفظ صوتی و همچنین تشریح و توضیح کاملی از اون لغت به همراه چند مثال رو در اختیار شما قرار میده همچنین لغات مترادف و مت... متضاد اون لغت نیز در صورت وجود نمایش داده خواهند شد البته این موضوع بستگی به دیکشنری که نصب و استفاده میکنید داره سعی کنید دیکشنری الکترونیکی کاملی انتخاب کنید که ویژگی های یک دیکشنری خوب رو داشته باشه در دیکشنری های الکترونیکی توجه داشته باشید که تنها به مرور یک باره اون لغت اکتفا نکنید از تکنیک های گفته شده پیروی کنید و با تکرار های پی در پی لغات رو خوب فرا بگیرید با پیروی از تکنیک های گفته شده دوچار بی توجهی به لغات نخواهید شد و دوچار ضعف استفاده از دیکشنری های الکترونیکی نخواهید شد و با درک معنی و مفهوم کامل لغات اونچه به دنبالش هستید که همون کیفیت یادگیری برای شما حاصل خواهد شد اگر تکنیک های قبلی رو فراموش کردید و به طور کامل در ذهن ندارید این به این معنیه که تکنیک ها رو عمیق فرا نگرفتید پس لازمه که یک بار دیگه تکنیک ها رو مرور کنید از اونجایی که لیست لغاتی که در دیکشنری های الکترونیکی مرور میکنید معمولا در آینده قابل دسترس نخواهند بود و قابل ارامت زدن نیستند برای اینکه دوباره اون لغات رو به خاطر داشته باشید و تکرار کنید و خودتون رو محک بزنید ترجیحا به دستخط خودتون لیست اون لغات رو داشته باشید که بعدا بدون مراجعه به دیکشنری خودتون رو محک بزنید و در صورت نیاز به مرور دوباره یک لغت دوباره اون لغت رو مرور کنید امیدوارم که از این تکنیک ها به خوبی استفاده بکنید و در فرایند یادگیری شما موثر باشه. پیروز و شادکام باشید.